بنابراین ما حتی اگر بخوایم اینقدر ساده هم بکنیمش و به سادگی هم بهش نگاه بکنیم، مسلما اختیاری داریم. یکی از گفته‌های قشنگ دیگه اینه که خدا هدیه‌ای که به تو داد این بود که بهت جون داد. تو از خودت چی بسازی هدیه‌ای که تو به خدا میدی؟ حتی اگر اعتقادت اونجا هست و به اون داری نگاه میکنی، باز با تو هست. برای همینه که ما عقل رو داریم و اینقدر مغز ما پیچیده است و میتونیم برای خودمون تصمیم بگیریم. و بنابراین اگه ما قرار بود فقط بل اجبار باشه و کسی مشخص بکنه و ما فقط دنبال روح اون باشیم، احتیاجی به این سیستم پیچیده مغز وجود نداشت. بنابراین چه کسی باور داشته باشه که سرنوشت و تقدیر وجود داره، چه نداشته باشه، مسلماً انسان‌ها درش پارتی دارن. اوکی، جوابمو گرفتم. خلاصه مختصر مفید. جاودان تیوی به روی اینترنت، javedantv.com. شاخص قدرت اطلاعات است. امروزه همه کمپانی‌ها برای معرفی خود از وبسایت‌ها استفاده می‌کنند. برای طراحی وبسایت خود با کیفیت بالا و قدرت پرداخت برای همه با جاودان پروداکشن تماس بگیرید. در ضمن اگر می‌خواهید از سرویس SEO استفاده کنید، یعنی نام کمپانی شما در سرچ انجین‌ها در صفحه اول نمایان بشه، ما می‌تونیم این مهم رو به نحو احسن براتون انجام بدیم. جاودان پروداکشنز تولید کننده اثری جاودانه برای شما. گرافیک دیزاین، وب دیزاین، وب دیولپینگ و SEO با جاودان پروداکشن. امیدوارم تا اینجای برنامه رو لذت برده باشیم و میریم سراغ شخص دیگه ای تا نظرشون رو راجب تقدیر و سرنوشت بپرسیم. میتونیم به ما بگین که چی فکر میکنین راجب تقدیر و سرنوشت؟ من فکر میکنم تقدیر و سرنوشت از اول تعیین شده برامون، ولی گاهی اوقات میتونیم تغییرش بدیم با پشتکار و فعالیت، با امید به آینده میتونیم این سرنوشتمون رو تغییر بدیم. ولی گاهی اوقات هم فکر میکنم از پیش برامون تعیین شده در مورد زندگی که آدم تشکیل میده، مخصوصا زندگی زناشویی. همیشه میگن این سرنوشت از پیش تعیین شده، ولی من همیشه به بچه هم میگم که میتونید بعداً سرنوشتتون رو تغییر بدید با فعالیت و پشتکار. میتونم از شما بپرسم آیا تو زندگی شخصی شما هیچ وقت پیش اومده که اتفاقی بیفته که از دست شما یا کنترل شما خارج بوده و متوجه شدین این کار تقدیر و سرنوشت؟ اگر میتونین یه مثالی برای ما بزنین، اگر مثالی دارین. بله، من خیلی برام پیش اومده که همیشه گفتم خب سرنوشت بود که اینجوری شد. مثالش هم نمیدونم در مورد بچم بگم، در مورد زندگیش بگم. یه روز پسر من گفت من فقط میرم مامان با ماشین یه دور بزنم همین نزدیکی بیام. من گفتم که نگرانم. گفت نه، جایی نمیرم، همینجا. به محض اینکه دیر کرد بعد به من زنگ زد، گفت من تصادف کردم. گفتم نمیشد جلوشو گرفت، این تصادف باید اتفاق میافتاد. گاهی اوقات فکر میکنم بعضی اتفاقا هستش که به هیچ عنوان نمیشه جلوش گرفت، سرنوشته. و خود من که الان اومدم اینجا هیچ وقت فکر نمی کردم اصلا بیام و الانش هم همچین تمایلی ندارم اینجا باشم، ولی این سرنوشته منه. آیا فکر میکنین هیچ جوری میشه که ما آیندهمون رو یا سرنوشتمون رو بعضی وقتا پیش بینی کنیم؟ نه، امکان نداره، امکان نداره. از سرنوشت و تقدیر برامون بگین که چی فکر میکنی؟ از سرنوشت تقدیر من چی فکر میکنم؟ والا هر کی یه سرنوشتی داره که دنبالش میره، انجام میکنه، سعی میکنه به اون مرحله برسه، حالا هرچی خدا بخواد به اون مسیر رو برسه دیگه، دنبال کنه. شما فکر میکنین که هیچ اختیاری دارین تو سرنوشت و تقدیرتون یا از پیش نوشته شده؟ والا من هرچی که سرنوشته شده واسه من، به قول من دستنی من هستش دیگه، سعی میکنم برسم بهش دیگه. حالا به قول معروف بقیره من I go with the flow. تو فکر میکنین که از پیش نوشته شده دستنیتون؟ بله. خب آیا فکر میکنین انسان آزاد آفریده شده یا مجبور؟
اون بستگی به شخص داره. اون والا بقیده من آزادی داره. خب آیا فکر می‌کنی آدم آزاد خودش میتونه تصمیم گیرنده باشه تو زندگی و سرنوشتش؟ چرا؟ میتونه. اگه دلش بخواد بتونه میتونه بره انجام بده. پس سرنوشت رو میتونیم عوض کنیم. بله میتونیم. من مصطفی قربانی، نظر من در مورد تقدیر و سرنوشت این استش که انسان باستی به هیچ وقت زمان گذشته فکر نکنه. و وقتی هم به زمان گذشته فکر میکنه، واسه بدون هر اشتباهی که میکنه، واسه براش راههای به خصوصی وجود داشته باشه. در این زمان همه چیز از تکنولوژی، از مدرن بودن زندگی، همه چیز پا بر جاست. و مثل زمان قدیم نیستش که آدم بخواد آب به سطل بندازه در یک چاه و بخواد آب از چاه بکشه. تمام لوله کشی شده، تمام خونه ها گاز دارن، تمام ساختمان های بسیار زیادی در دنیا درست کردن و تقدیر این استش که هر زمان انسان به یک آرزوی میخواد برسه، از نظر اینکه همیشه داره خودش رو به جامعه معرفی میکنه و میخواد آرزوی خودش رو واقعا در یک تقدیر دوست داشتنی و خیلی راحت لذت ببره، اون تقدیری استش که واقعا آدم بهش کمک بشه. نظر بنده در مورد تقدیر و سرنوشت، آنچه من حس میکنم این که قطعا مقدراتی برقرار هست در کل نظام عالم، ولی برای ما که انسانهای متفکر و اهل تعقل هستیم، فکر میکنم اونچه که شاعر میگه همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند، همت ماست که تقدیر و سرنوشتمونو میسازه و اون چیزی که مسئولیت ما هست بگم در این قدر. یعنی شما فکر میکنین که شما خودتون میتونین تقدیر و سرنوشتتون رو عوض کنین اگر که بخواید؟ فکر میکنم در یه دایره‌ای که در حیطه اختیارات و توانایی و ادراکات ماست، پنج حسمون، تواناییامون و قابلیت‌های ارادیمون، فکر میکنم بله در اون دایره. بله. شما فکر میکنین آیا انسان آزاد و فریده شده یا مجبور؟ انسان آزاد آفریده شده در دایره یک سری محدودیت هایی، مثل کودکی که آزاده ولی اجازه نداره دست به آتیش بزنه، باید هر چیزی رو نمیتونه بخوره و یه محدودیت هایی که پدر مادر براش تعیین میکنن. فکر کنم یه محدودیت ها اینطوری برای ما هم هست، ولی آزادیم در دایره این محدودیت ها، به شرطی که آزارمون به کسی نرسه، آزارمون به جسم و روح خودمون نرسه و به جسم و روح دیگران و اطرافیان و کل نظام طبیعت. جاودان تی وی به روی اینترنت، جاودانتیوی.com. من اینو عقیدم این هستش که نمیتونیم خشمگین بودن یا خوشحال بودن رو برای یک ملیت ارتباط بدیم که یا ایرانی ها یا هر کس دیگه. این یک احساسی که فقط به شخص، به فرد اشخاص مربوط میشه. بستگی داره، خود شما ذاتاً آدم خشمگینی هستید، زود عصبانی میشید یا نه، هیچ فرقی نمیکنه که از چه ملیتی هستین شما. خودتون چطور؟ آیا زود خشمگین میشه؟ من نمیشه. اصلا خشمگین نمیشه؟ میشم. چرا نمیشه؟ اگه نمیتونم بگم که هیچ وقت نمیشم، زود عصبانی نمیشم و وقتی هم که در حالتهایی باشم که در موقعیتهایی باشم که کسایی هستن که طرف مقابل من اگر خشمگین باشه، هیچ وقت با خشم زیادترش نمی کنم. چون شما اگر در مقابل یک آدم که هر چقدر خشمگین باشه آرامش نشون بدین، خود به خود اون طرف هم یک مقداری خشمشون میاد پایین و احساس آرامش.